هدف ما از ارتباط گرفتن همیشه انتقال محتوا نیست. گاهی اوقات ما صرفاً ارتباط میگیریم که یک در واقع کارکرد اجتماعی رو برآورده بکنیم. دکتر مهدی محسنیان راد در نظریه برج‌های انتقال پیامشون میگن که در زمان هخامنشیان با آتش سرخ و زرد با مرس به هم پیام میدادن. خب این طبیعی است که وقتی شما امکانات بسیار کمی دارید و پیام‌های بسیار کوتاهی رو میتونید جابجا بکنید، اون پیام‌ها بایستی بیشینه محتوا رو داشته باشن. اما در سوی مقابل طیف پیام‌هایی هستند که اینها فاقد محتوا هستند و برخلاف آنچه که ما ممکنه تصور بکنیم، در طول روز هر کدوم از ما بارها و بارها و بارها پیام‌های بدون محتوا می‌فرستیم. این کاملا طبیعی است که وقتی ما به یک فرد دیگری میرسیم و ازش میپرسیم که حالت چطوره، قصدمون در واقع پرسیدن حال اون فرد نیست، و وقتی فرد پاسخ میده خوبم، قصدش مطلع کردن ما از حال خودش نیست، بلکه ما صرفا میخواییم یک مسیر ارتباطی جدید رو باز بکنیم و مخاطبمون رو آماده بکنیم برای شنیدن و برای فرایند انتقال محتوا. اولین بار برونیسلاو مالینوفسکی در سال 1923 مقاله‌ای نوشت، در واقع یک فصل از این کتاب رو نوشت که شکل مقاله پژوهشی بود و از ارتباطات فتیک یا فتیک کامیکیشن عنوان اصطلاحی برای توصیف کردن این نوع ارتباط استفاده کرد. مالینوفسکی به طور خاص توجهش به فرهنگ‌های اولیه و مسئله معنا در اونها بود، ولی اصطلاح ارتباطات فتیک یا ارتباطات گفتگو گشا یه اصطلاح بسیار سودمند برای مطالعه ارتباطات انسانی است، مخصوصا در فرهنگ بسیار پیچیده و غنی ما که در واقع فرهنگ ایرانی است و زبان فارسی پیوند دهنده ما ایرانی ها به هم هست و به گذشتمون به شدت میبینیم از این ارتباطات گفتگو گشا استفاده میشه و همیشه هم همینطور بوده. ما آدم‌های پیچیده‌ای هستیم، زبان فارسی زبان ساده‌ای است و در این حال بسیار پر رمز و راز هست. افرادی که دانشجویان خارجی که به دانشگاه تهران میان برای تحصیل به من میگن که آموختن زبان فارسی بسیار دشوار هست، چون این زبان زبانی است که از قواعد فرار می‌کنه. بنابراین در طول تاریخ ما پیوسته مفاهیم بسیار سنگینی از طریق این زبان جابجا میشن، اما همین زبان پیچیده به ما کمک میکنه که پیام‌های بی محتوای بسیار زیبایی را هم بفرستیم. در طول تاریخ ما این همیشه بوده. شاید 800 خورده 900 سال پیش نظامی گنجوی از زبان مجنون میگه که اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. خدا خیرش بده، یه 800-900 سال مردان و زنان زیادی رو دچار توهم کرد و دچار سوء تفاهم کرد، اما خود شعر شعر مهمی است. اینجا در واقع نظامی گنجوی داره از ارتباطات گفتگو گشا صحبت میکنه، یعنی محتوای شکستن ظرفش در واقع نه اشاره به یک انتقال یک محتوا و یک پیام هست که من تو رو نمیخوام، بلکه ایجاد یک خط ارتباطی است که در اون مشخص میشه که لیلی مجنون رو یه فرد خاص یه دیگری خاص میدیده، یا اینکه در شاید 200 سال 200 خورده سال بعد حافظ برای ما میگه زان یار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکته‌دان عشقی بشنو تو این حکایت، بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت. حافظ اینجا داره به ما میگه که هدف من از اون خدمات به یار در واقع این نبود که خدمت رسانی کرده باشم، بلکه میخواستم که یه ارتباطی در سطح بالاتر شکل بگیره و مباد که این وضعیت که برای من پیش اومد برای هیچ انسان دیگری پیش بیاد. یا یکی از نکات دیگه که در فرهنگ ما هست و این رو میشه یک در واقع شاید یک نسخه کامل از ارتباطات گفتگو گشادونه است، تعارفه. ما ایرانی ها تعارف میکنیم. من در دانشگاه ارتباطات انسانی درس میدم،
هیچ وقت نمیگم که این تعارف ها نشانه فریبکاری و عقبازی ما ایرانی هاست. اینها نشانه ادب ماست. یک خط جدید ارتباطی رو ما با این تعارف ها باز میکنیم و به نحوی دست کم به صورت زبانی به فرد مقابل میگیم که شما برای ما محترم هستید. شاید به نظر برسه که این تعارف ها یک پدیده معاصر در جامعه ایران هستند، اما ادبیات و تاریخ ایران رو که مطالعه میکنیم میبینیم که این تعارف ها دست کم 1000 سال یا حتی بیشتر در کشور ما تاریخ دارن. بیهقی با توضیح بعضی از این تعارف ها میگه که این تعارف ها محتوا ندارن و همشون محتواشون فریبنده است و دروغه و دروغه و دروغه. و 400 سال پیش شاردن که یه سیاح فرانسوی بوده به اصفهان میاد و به دربار صفوی میاد، مدتی در ایران زندگی میکنه. شاردن هم میگه که ایرانی ها خیلی تعارف میکنن و این تعارف ها دروغه. اگر که خاطرات شاردن رو بخونید خیلی جالبه. 400 سال پیش انگار درباره ایران در سال 1400 داره صحبت میکنه. اینقدر فرهنگ در بعضی جنبه ها رشدش کنده که ما روایت شاردن از اینکه وارد خونه ایرانی میشه برای خوردن شام به طرز شگفت‌آوری به زمان ما نزدیکه. 200 سال پیش که میسیونرهای آمریکایی به ارومیه اومدن، اونها هم توصیف‌های زیادی از تعارف ایرانی‌ها ثبت و ضبط کردن. یکی از توصیف‌هاشون این بود که ایرانی‌ها فرانسوی‌های شرق هستن، به خاطر اینکه اونها تلاش می‌کنن که بیشینه ادب رو در برخورد با مهمان رعایت بکنن. و از این رو توصیف هایی که اینا میکنن از اینکه برای مثلا نهار یا شام دعوت میشن به خونه ایرانی ها و تعارف هایی که ایرانی ها میکنن، از جمله اینکه ببخشید اگر که غذا در شأن شما نبود بفرمایید، خواهش میکنن، باعث افتخار ماست که شما تشریف آوردید اینجا، و اینها باز هم به توصیفات شاردن شباهت داره و همینطور به ایران در سال 1400. خیلی عجیبه که در دو شهری که فاصله زیادی با هم داشتن این همه ما شاهد هستیم که پیوستگی فرهنگی وجود داره. خب همین چند سال پیش من خاطرم هست که یه صفحه تو فیسبوک بود که واقعا اطلاع ندارم الان هست یا نه، صفحه به نام پنپا، یک شوخی مطمئنن از ارتباطات و گفتگوگوشا اون کسانی که این صفحه رو درست کردن این گفتمان رو راه انداختن مطلع نبودن، اما پنپه در واقع تمسخر ارتباطات و گفتگوگوشاست. ارتباطاتی است که در اون محتوا نیست. مثلا فرد میگه سر جلسه امتحان مثلا از جلویم پرسیدم که جواب سوال 3 رو بلدی؟ جلویم بهم گفت که بله، میخوای بهت بگم؟ گفتم که پنپه، میخواستم که اگر بلد نیستی من برات بگم. ولی خوب که نگاه بکنیم خود این پنپت چیز محتوایی است، به خاطر اینکه ارتباطات بنا به سرشت خودش نیاز به زمینه چینی داره، آن هم در فرهنگ بسیار پیچیده ایرانی. اگر ما بخوایم بگیم که ارتباطات گفتگوگوشا یک نوع فریب هست و در واقع یک نوع ارتباطات گفتگوگوشا رو به خاطر بی محتوا بودنش به تمسخر بگیریم، خب این نوع در واقع ساده ترش و سرراسترش در همه فرهنگ ها از جمله در فرهنگ های غربی هست. خب ما داریم در عصر کرونا زندگی میکنیم. این در عصری است که جهان در واقع با این پاندمی مواجه هست و اینجا هم شاهد هستیم که ارتباطات گفتگوگوشا، ارتباطات بدون محتوا، خدمات زیادی به ما کرده. گفته میشه که مصرف دیتا در بین ایرانی ها پس از کرونا به شدت افزایش پیدا کرده. بعضی برآوردها میگه دو برابر شده و بعضی برآوردها میگه 3 برابر، در حالی که تعداد کاربران ما افزوده شده ولی بسیار کم. یعنی چه؟ یعنی در دوره ای که همه وحشت زده بودن و همه در خونه بودن و تلاش میکردن که خودشون و عزیزانشون مخصوصا کسانی رو که بیمارن حفظ بکنن، نوعی از ارتباط تقویت شده که بخش زیادی از این شاید بشه گفت که بالای 80-90% صرفاً گفتگوگوشاست. مادرهایی که مثلا با پسرهاشون، با دخترهاشون، با نوه‌هاشون ارتباط تصویری میگیرن به ندرت تماس میگیرن که محتوایی رو منتقل بکنن، بلکه بخش عمده
در واقع آنچه که در این ارتباطات میگذره صرفاً ارتباط گفتگوگوشا، حس حضور و حس امتداد ارتباط در واقع همراه با مسالمت و همراه با حسن نیت هست. یا اینکه ما پیوسته میبینیم که رئیس جمهور در تلویزیون و سایر مسئولان ظاهر میشن و پیام‌هایی رو میدن که این پیام‌ها فاقد هر نوع محتوای جدیدی است. مثل اینکه مثلا خوبه که ما ماسک بزنیم، توی جمع‌ها فاصله اجتماعی رو رعایت بکنیم. حتما لازمه که هر از چندگاهی دستمون رو بشوریم، برگردیم به خونه، حتما پیش از آن که دست به چیزی بزنیم دستمون رو بشوریم. یا اینکه کرونا تموم خواهد شد، یا اینکه مراقب بیماران باشیم. در این صحبت‌های رئیس جمهور و بقیه مقامات هیچ محتوای جدیدی نیست و هیچ کس هم با اینها مخالف نیست. پس چرا این کار انجام میشه؟ اینجا احتمالاً به احتمال قوی مسئولان صرفاً میخوان یه خط ارتباطی جدید رو باز بکنن یا خط ارتباطی موجود رو تقویت بکنن. پیام این هست: ما هستیم، نگران نباشید. ما بیکار نیستیم، شبان روز مشغول کار هستیم و میخواییم که آسیب‌های کرونا رو کمینه بکنیم. در واقع این پیام اصلی اون در واقع سخنرانی هاست و این برنامه‌های زنده تلویزیونی است. خب مارشال مکلوهان که یکی از نظری پردازان بزرگ ارتباطات هست به ما میگه که برندها یک نوع ارتباطات گفتگوگشا هستند. شما وقتی که برای خرید به فروشگاهی میرید و در واقع فروشگاه بگ مخصوص خودش، کیسه مخصوص خودش رو با آن و نوشته ها به شما میده، شما دارید تبدیل به یه رسانه میشید از دید مکلوهان که پیام میدید به دیگران درباره خودتون که من آدمی هستم که میتونم از فلان فروشگاه خرید بکنم. یا اگه دیده باشید خیلی جالبه که بعضی از برندهای معروف آرم خودشون رو، مارک نشان تجاری خودشون رو به صورت بزرگ مثلا روی آستین یا روی سینه نصب میکنن، انگار که میخوان که ما رو به رسانه‌های در واقع رایگان برای تبلیغ خودشون تبدیل بکنن. ما وقتی در خیابان میریم اگر از افراد بپرسید، افراد به شما صرفاً میگن که ما این کیسه ایست که ما داریم خریدهامون رو توش حمل میکنیم، اما هم خودشون میدونن و هم ما میدونیم و هم فروشندگان میدونن که این کیسه ها قرار هست که پیامی رو به دیگران منتقل بکنن، یک کارکرد اجتماعی رو، یک پیامی رو که اون پیامی که در واقع در لایه اول ارتباط به نظر میاد نیست، قرار هست که فرد رو در واقع تبلیغ بکنه به عنوان کسی که میتونه چون این در واقع خرید گران قیمتی رو انجام بده، اون هم در جهان ما که در واقع تبدیل به جامعه نمایش شده. بخش زیادی از فعالیت‌های ما در واقع صرفاً نمایشی هست. خب حالا در جوامع مختلف این ارتباطات و گفتگوگشا جنبه‌های مختلفی به خودش پیدا می‌کنه بر اساس فرهنگ‌ها و توی مثلا دانمارک یک شکل داره، توی انگلستان یک شکل داره، ولی خب در ایران مسئله ارتباطات و گفتگوگشا مسئله است که با پیچیدگی‌های فرهنگی و اجتماعی گره می‌خوره و بنابراین اگر کسی بخواد تو این حوزه پژوهش بکنه با دشواری‌های زیادی مواجه هست، به خاطر اینکه شما هیچ وقت نمیتونید اثبات بکنید که فلان ارتباط، نوع ارتباط ایرانی یک ارتباط صرفاً گفتگوگشا است. و البته اگر تلاش بکنید که اثبات بکنید کسی هم نمیتونه رد بکنه. شاید به همین دلیل هست که متاسفانه تا امروز در سال 1400 هنوز به صورت خاص با چارچوب در واقع نظری مالینوفسکی پژوهشی درباره ارتباطات گفتگوگشا انجام نشده.